زده، آتش به دلم به دل غم زده یارا. نظری بنما بر من مسکین ز کرم، نگهی بنما بنما ای بت زیبا. قانون ایرانیان کوئینزلند با افتخار تقدیم می کند کنسرت استاد داوود آزاد در بریسبن، موسیقی سنتی و عرفانی ایران. ای زده آتش به دلم به دل غم زده یارا، نظری بنما بر من مسکین ز کرم، نگهی بنما بنما ای بت زیبا. شنبه 13 نوامبر ساعت 8 شب، راک ارنا منسفیلد تاورن. بلیط در کلیه فروشگاه ها و رستوران های ایرانی به فروش می رسد. بهای بلیط $30. دل غمگین ز هجرت به یغما رفت، من چه گویم که این دل به سودا رفت. در این دل که بشکسته و تنهاست، هر نفسم به کوه و به صحرا رفت. ای زده آتش به دلم به دل غم زده یارا، نظری بنما بر من مسکین ز کرم، نگهی بنما بنما ای بت زیبا. برای اطلاعات بیشتر یا خرید بلیط با جمشید وزیرزاده 0411-1212-80 یا سایر اعضای کانون تماس حاصل فرمایید. زدید خون گشت روان، بس که با یاد تو انگل گریه ها کردن. بیا و بشنو غم من، من ز بیداد تو ای گل مویه ها کردم. عاشق و شیدا چه کنه جز صبوری و دلتنگی، در فراغ گل لاله صحرا شدم، تا به کک سوزم و سازم ای گل سنبل. عاشق و شیدا چه کنه جز صبوری و دلتنگی، در فراغ گل لاله صحرا شدم، تا به کک سوزم و سازم ای گل سنبل. همکنون با ملبورن در ارتباط هستیم با جناب استاد داوود آزاد و همینطور همکارانشون. آقای آزاد، خیلی به برنامه ما خوش آمدید. توضیح بدید که برنامه‌ای که این شنبه در بریزبن خواهید داشت شامل چه قسمت‌هایی است، چه نوع موسیقی اجرا میشه و همکارانی که باتون همکاری دارن هم اگه ممکن توضیح بدید. بله، این برنامه در واقع عنوانی که براش میتونیم بگذاریم موسیقی تلفیقی، در واقع موسیقی عرفانی و موسیقی سنتیه، ولی نه به اون شکل کاملا کلاسیک موسیقی سنتی که در واقع آوازی خونده بشه و پیش درآمدی زده بشه و اینا. بعد حدود شاید 13 تا تصنیف اجرا خواهد شد که در دستگاه های مختلف هستش. در دستگاه شور داریم، بعد اصفهان داریم، ماهور داریم، بعد نوا داریم که بینشون در واقع مرکب خانی خواهد شد و اشعاری که من خواهم خوند ترجمه شون به زبان انگلیسی برای در واقع مخاطب خارجی دکلمه خواهد شد که در ملبورن هم این کارو کردیم و بیشتر شعرها از مولانا هستش که استفاده کردیم برای این قطعات و چند تا شعرم فکر کنم 3-4 تا غزلم از نورعلی شاه کرمانی و شاه قاسم انوار و شمس مغربی. بله، بسیار عالی. در بریزبن هم مثل که من اینطور که در جریان هستم یک دختر خانومی، البته در واقعشون خانم دکتر هستن، خانم نسترن رفیعی، کار
دکلمه اون اشعار به زبان انگلیسی رو انجام میدن. همکار منم هم در این برنامه نقشی در برنامه دارن به عنوان معرفی برنامه و یا حالا MC اگر اسمشو بذاریم. بله. خانم یلدامون همکاری دارن در برنامه. به هر حال جوانان این شهر رو ما ازشون داریم استفاده میکنیم که با شما یک همکاری بکنند و هموطنان هم از هنرهای اونها به همراه هنر شما استفاده بکنند. افتخاره. بله، من شاید لازم باشه سازنم بگم که چه سازایی استفاده میشه. بله، خواهش میکنم. بله، من خودم که تار میزنم، عود میزنم، تنبور و دف و آواز میخونم. بعد دوستان دیگه آقای طوفان طغیانی نی خواهند زد و دف و دایره و دهل. بعد آقای پویا مهمان پذیر، ایشون تار و تارباز خواهند زد و خانم سمیرا کریمی کمانچه خواهند زد و همخوانی هم میکنن همه بچه ها، همینطور خانم کریمی و یک خانم نوازنده خارجی هم داریم، اسمشون هست آمی هستن که ایشون سازهای پرکاشن میزنن. اما اقسام سازهای کوبه‌ای رو در واقع با ما همکاری خواهند کرد که برنامه‌ای که در ملبورن همین یک شنبه قبل اجرا شد بسیار مورد استقبال قرار گرفت به لطف حق، که در سالن خود ABC نشنال بود و سالونی که تا اونجا که من میدونم اسمش هست، فکر کنم سافت بانک بهش میگن، خیلی سالن معروفی هم هست اینجا، که سالن خوشبختانه پکت بود و بله و 300 نفر رو دودن آدم اومده بودن که تماشاگر داشتیم، که فکر میکنم به زودی هم از رادیو، دقیقا تاریخش رو نمیدونم، از رادیو ABC کنسرت پخش خواهد شد به شکل در ABC نشنال در واقع پخش خواهد کرد اجرامون رو، در همون صحنه ضبط شده. در انتهام به قدری تشویق زیاد بوده که مجبور شدید دوبار به صحنه برگردید. بله، همینطوره، چون من یه چند تا قطعه آذری هم اجرا کردم. بله، بسیار عالی هم است، خیلی مورد استقبال قرار گرفت و دیگه لطف کردم ما رو دوباره خواستن رو صحنه و رفتیم و دوباره اجرا کردیم. بله، و شنوندگان استرالیایی غیر ایرانی هم زیاد داشتید. بله، خیلی زیاد داشتیم، من فکر میکنم شاید یک چهارم، شاید بیشتر از یک چهارم سالن شنوندای استرالیایی بودن که بعد برنامه خیلی هاشون با من اومدن صحبت کردن و خیلی یعنی خوششون اومده بود از کار. بله، چون خب کار ما، چون همونجوری که گفتم من تو ریتم خیلی دوست دارم که کار ریتمیک ارائه بدم و کاری که در واقع اون چیزی که تو موسیقی سنتی همیشه میگن رخوت است و سستی است و اینا، خیلی دوست دارم این نباشه تو موسیقی ما. و موسیقی عرفانی هم وقتی اسم میذاریم روش، موسیقی عرفانی هم یعنی موسیقی که در واقع از شادی و شعف در واقع سرچشمه میگیره و نمیتونه موسیقی غمگینی باشه. بله، رقص سما رو با همین موسیقی عرفانی اجرا میکنه. بله، همینطوره. همین دلیل خارجی هم خب خیلی خوششون اومده بود و ترجمه ها رو من یه عالمه ایمیل داشتم که ترجمه های انگلیسی رو از من خواستن که براشون فرستادم، شعرهایی که خوندیم ترجمه کرده بودن دوستانمون در انگلیس و خدا رو شکر خیلی خوب استقبال شد از برنامه ملبورن. بله، ما هم سعی میکنیم که این برنامه رو مشابه اون رو با دکلمه اشعار همونطور که گفتم خانم نسترن قرار است که زحمت این کار رو بکشن رو انشالله با شما هم بتونن یه تمرینی هم قبل از کنسرت داشته باشن. انشالله، حتما، امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم. مرسی، متشکرم. به امید دیدار.